از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر افضلی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، در سومین سالگرد تسلط دوباره طالبان، این گروه تسلط خود را پایان اشغال، اما مردم آن را روز سیاه تاریخی نامیدن. از نظر شما چه خساراتی به شیعیان و مردم افغانستان طی این مدت وارد شده؟ بفرمایید. با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. در مورد تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، خسارت هایی که این گروه وارد کرده خسارت های معنوی و اجتماعی قابل توجهی است که در مدت 20-21 سال حکومت جمهوریت با تلاش جامعه افغانستان و به صورت خاص جامعه تشیع به دست آمده بود. البته اون دستاوردها هم به آسانی به دست نیامده بود، اما به هر حال با تلاش های جامعه افغانستان و به خصوص شیعیان و همچنان پیگیری حقوق بشری، حقوق اقلیت ها توسط نهادها و سازمان های بین المللی، یک وضعیت تقریبا مناسب ایجاد شده بود که آزادانه هر اقلیتی، هر گروه قومی و مذهبی می توانست برنامه های مذهبی خودش را اجرا بکنه و از جمله شیعیان. اما بعد از بازگشت طالبان، آنها بانک ادعا می کنند که امنیت را در افغانستان آوردند، اما بانک امنیتی هنوز هم وجود نداره به اون شکلی که ادعا می کنند. و از طرف دیگه عامل ناامنی در طول 21 سال در دوره جمهوریت همین گروه بودند. امروز که شما میبینید در سالگرد سومین سال استقرارشون بشقاب‌های زردرنگ رو به نمایش میگذارن، از این بشقاب‌های زردرنگ به عنوان عملیات‌های انتحاری و انفجاری استفاده میکردن که بسیاری از اونها حتی در مدارس و دانشگاه اتفاق افتاد و راه اتصالاتی مردم رو از بین برد و در بسیاری از موارد مردم ازاره و شیعی که در دوردست ها زندگی میکردن مسیر راهشون شهید دادن به خاطر همین بشقاب‌های زرد. ولی اینها همون بشقاب‌هایی رو که بر علیه مردم استفاده کرده بودن، حالا به عنوان نمادشون استفاده میکنن، به عنوان سمبولشون استفاده میکنن و این نشون میده که نه تنها این گروه از کارهایی که در این 3 سال و 21 سال انجام داده پشیمان نیست، که بلکه آن را افتخار خودش میدونه. بنابراین با این زاویه دید انتظار میره که اینها هر سال محدودیت های بیشتری را وضع بکنن و شرایط سختتری را خصوصا برای گروه های اقلیت ایجاد بکنن. و از طرفی باور این هست که این گروه یک گروه نیابتی است. حالا با توجه به گروه های افراطی دیگری که در خصوصا در کشورهای عربی هستند و تامین سرمایه میکنن و هزینه های مدارس جهادی اینا رو پرداخت میکنه، اونها هم همین رو میخوان، همین محدودیت های بیشتر بر شیعیان و هر اقلیت دیگری که در این مدت هم شاهدش بودیم. به هر حال ممکن است که امنیت فیزیکی محدودی ایجاد شده باشه، اما امنیت اجتماعی و معنوی کاملا از بین رفته و شرایط بد داره و در آینده هم بدتر میشه. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.